با درود بینندگان گرامی، من آریو برزد پیروزنیا امروز سه‌شنبه 28 ماه آگوست سال 2012 میلادی در هولوش ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی کالیفرنیا و یا 11 شب به وقت فرانسه برابر با بامدادان چهارشنبه 8 شهریور ماه سال 2571 ایرانی ساعت 1:30 بامداد برنامه دیگر از سری برنامه های ایران امروز ایران فردا رو از کانال اندیشه با آقای مدیریت جناب آقای عماد در اتاق فرمان پیشکش شما می کنم. بازپخش این برنامه آدینه همین هفته یا جمعه از حول و حوش 5:45 دقیقه به بعد بامداد کالیفرنیا تقریبا برابر با ساعت 5:15 دقیقه به بعد بعد از ظهر به وقت محلی ایران بازپخش میشه و طی روزهای آینده کپی این برنامه در یوتیوب چنل تلویزیون اندیشه در دسترس همگان خواهد بود. برنامه امشب برنامه خواهد بود بسیار فشرده. در بخش اول اون من یک میهمان دارم، یکی از این جوانان پاک نهادی که اتفاقا پاک نهادیش شاید دو برابر باشه، چون اولا یک زاده کشورمان ایران هست و دوم از خطه پاک و آتشخیز آذرآبادگان هست و کسی هم هست که در لحظاتی که خصوصا موقعی که در خارج از کشور بعضی ها با اجنداهای به خصوص سیاسی که میبینیم از بروکسل تا استکهلم میرن و تلویزیون هایی مثل العربیه عربستان سعودی یا بی بی سی یا بی او ای سعی به اینفلاسیون سیاسی اینها میکنن، این شخص که یکی از مسئولان جوانان یک تشکل درون مرزی هست و براش هم هزینه بسیار پرداخت کرده همراه با پیشکسوتان خودش و دیگر همرزمانش که من را به واقعا دست تک تک اینها رو میبوسم، چون شاهد بسیاری از فعالیتاشون در کتابهای تاریخ در گذشته بوده هم و امروز هم در دنیای مجازی که چقدر به قشنگی قلم میزنند و برای ایران فعالیت میکنند و هر چرانگاهی نیز در ساختار حکومت جمهوری اسلامی که متاسفانه بویی از عرق ملی نبرده و نه تنها عرق مردمی هم که دیدیم قبلش و قدسش مکه بود در اون لحظاتی که اهر و ورزاقان بر سر مردم خراب می شد. به هر روی این جوانان در داخل کشور هستند و اون شأم تاریخی اون مشعل رو در حال بردن هستند. در بخش اول این شخص رو خواهم داشت و در بخش دوم در راستای برنامه هفته پیش با روزبه فراهانی پور و این مقوله مضحک نامه نوشتن به خانم کلینتون برای جدایی آذربایجان از سوی مافیای سیاسی نفتی، در حقیقت من اینجوری میگم چون واقعا این اسم لایقش هست، در اون راستا خواهیم بود و پایان خواهیم داد با روزهایی که درش هستیم، یعنی از سوم شهریور ماه 71 سال پیش که اشغال نظامی کشور ما آغاز شد و بسیاری از فعل و انفعالاتی که امروز در ایران کنونی میبینیم مثل مقوله خواهان تجزیه آذرآبادگان یا آذربایجان یا موشندنها در خوزستان و بلوچستان، اینا همه در طول همون برنامه ها بود که 71 سال پیش با یورش ناجوان مردانه به مملکت ما علیرغم بی‌طرفی شروع شد. به هر روی خواستیم که با این دوست نازنینی که من میگم برای اینکه میدونم ایشون دچار دردسرهای دیگری خواهند شد، اولا بگم که بند شخصا آریو برزن پیروزی هیچ گونه ربطی به تشکل سیاسی که در داخل مرز همین گونه هم چماق بر سرش میزنن ندارم و این شخص دفعه اولی است که ما داریم با هم صحبتی میکنیم برای اینکه جوانان ایران، ایران فردا بتونن بشنون، که ببینن هممیهنان و برادرانی از و خواهرانی مثل اونها هستن که در این ساعات اون خلأ ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران و آرمان ایرانگرایی رو این بچه ها به دنبال پیشکسوتاشون دارن انجام میدن. در نتیجه امیدوارم که
باز این جریان باعث درستان گویی که در روزهای گذشته تعداد زیادی از دوستان ایشون را هر بار به وزارت اطلاعات غیر خواندن، مثل آقای میلاد دهقان که من از اینجا به این نیک جوان ایرانی هم درود میرسم. بر روی خط اگر در استودیو بریم جناب اماد، عکس آقای حجت کلاشی از مسئولان جوانان حزب پان ایرانی است در درون مرز رو که بسیار سعی کردیم تصویر زنده و پخش زنده با ایشون داشته باشیم رو اگر میشه بذاریم. متاسفانه به دلیل که خطها در داخل کشور بار دیگه به دلیل اتفاقات و این مجمع اجلاس غیر متحد وجود داره، خطهای اینترنت و سرعت ها رو به زیاد پایین آوردن و میدونید که فضای امنیتی با 110 هزار مامور امنیتی به نام گفته خودشون برای یک جلسه است که دیگه محتوای آنجور و معنای آنجوری در دنیای یک قطبی، دنیای بانکداری امروز نداره. به هر روی اگر جناب اماد عکس آقای کلاشی رو بتونیم بر روی خط داشته باشیم و من میرم با از طریق خط تلفن با آقای کلاشی. جناب آقای کلاشی درود بر شما، شما بر روی خط تلفنی بر زب در تلویزیون اندیشه هستید، امیدوارم که خوب باشید. آقای کلاشی درود بر شما، حال شما چطور؟ خداوند جان و قدرت پاینده ایران، درود بر شما و همه همیهنان گرامی در خدمتم جناب پیروزی. آقای کلاشی نازنین، بسیاری از دوستان در داخل مرز از شما و فعالیت های شما در کادر حزب پان ایرانیست صحبت میکردن. اونجوری که من اطلاع دارم شما خودتون یکی از فرزندان آذرآبادگان هستید و ریشه شما و قومی شما به آرتافیل یا در حقیقت شهر اردبیل میره، درست میگم این رو؟ بله. شما میتونید جناب کلاشی مقداری در رابطه با خودتون که کی هستید برای اینکه هم میهنان متوجه بشن که کسی که مخاطبشون هست و داخل تشکل با اهمیتی مثل پان ایرانیست هست، این شخص که یکی از جوانان اون هست و یکی از دارندگان پرچم پان ایرانیست، میتونید مقداری یک ایرانی آذری، یک ایرانی پان ایرانیست از خودتون صحبت کنید لطفا برای هم میهنان؟ جناب پیروز میرا، من فرزند ایران هستم و از پدر و مادری آذری به دنیا اومدم در 8 شهریور. پدرم اصالتاً از ایل شاهنامه آذربایجان هست و مادرم از پادهای آذربایجان. بله. موتل پدری میشه دشت مغان و موتل مادری منطقه ما بین سراغ و تبریز یا سراغ و اردبیل. سراغ و اردبیل. و من دوران ابتدایی زندگیم، دوران بسپست و جوانی و جوانی رو در اردبیل سپری کردم، مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان. در اونجا به مدر تربیت خانواده و آموزش هایی که در مدرسه می دادن با ایده ها و آرمان های ایران پرستانه آشنا شدم. اون چیزی که پدر به من می آموزان داستان و حماسه بزرگ مرد ایران پرست بابک تورندین بود که به چه سان توانست در مقابل بیگانگان مقاومت بکنه و از آرمان وحدت و استقلال ایران دفاع بکنه. من در همونجا به راحتی و با صمیمیت و صداقت با تاریخ ایران، با رستم، با فردوسی بزرگ آشنا شدم و می‌دانستم و من می‌آموزاندم که یک فرزند میبایستی جان برکت باشه به راه عظمت میهنش. در اونجا ما، من و همکلاسی ها، به طور مطلق بحثمون بر این بود که چطور ایران میبایست قوی و مقتدر باشه. در همین اون سالهایی که به خاطرم میاد، در سن 9 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، رویای من
این بود که کی و چه زمانی بتوانیم فاجعه شکست ایران از روسیه رو جبران بکنیم به ده شهر قفقاز رو هم شهریان و هم وطنان در بندمون رو آزاد بکنیم. البته اون شیوهی که مد نظر من بود الان با معیارها و شیوه هایی که اندیشیده یافتم و سه زمان مفتم متفاوت بود با اون عقل کودکانه بود با همون ظرف و با همون معیارها. اما به هر حال به این اندیشیدن که چطور افغانستان رو چطور افغانستان رو بسیم به ما رو میهم باقی گردانیم، البته الان به نحوه دیگه ای میاندیشم و فکر میکنم بحثی در رابطه با باقی گرداندن نداریم و که همه اون مناطق ایران هستند و ما باید اندیشه ایران گرایانه و خودآگاهی و بیداری ملی رو ترویج رو کنیم تا همه اینها بتونن به اصل خودشون باقی گردن و وحدت حقیقی و واقعی رخ بده. درود بر شما. اما به هر حال دو سالها در اردبیل در طی احساس صادقانه و کودکانه هم و به مدد تربیت خانوادگی و عمومی به وحدت ایران می اندیشیدم و به خاطر دارم که وقتی شوروی فروپاشید من 11 سالم بود با عقدگی اما خوشحالی به سمت کوچه دویدم و خوشحالی خودم رو ابراز کردم از اینکه شوروی فرو پاشیده. وقتی همسایه‌مون پرسید که چرا خوشحالی، گفتم به خاطر اینکه در شهر رو میتونیم برگردیم. من در اون سن و سال در سن 11 سالگی درست‌تر و بهتر از مسئولین حاکم مسئله رو دریافته بودم و میدونستم که میبایستی به احساسات و درخواست کمک هموطنان آنسوی مردمون آنسوی عرفمون باید پاسخی مناسب و درخور داده بشه، پاسخی برآمده از شناخت‌های ملی، آگاهی ملی. اما متاسفانه پاسخ مناسبی داده نشد. من اون موقع نمی‌دونستم، بعدها فهمیدم که چطور ایرانیان آنسوی مرز تجمع کرده بودند در نوار مرزی و درخواست پیوستن به ایران رو داشتند. بله. اما متاسفانه پاسخ مناسبی داده نشد. ویدیوهای این وجود داره. ببخشید میگم ویدیوهای این رو که شما میفرمایید وجود داره که پستای مرزی رو در آستارا و جای دیگر قرق کرده بودن و باورشون این بود که بعد از این صد خورده ای سال از دوند و قرارداد ننگین ترکمنچای گلستان زمان اون رسید که بتونن به ایران برگردن. حیفا، افسوس که نادانی حکومت در ایران و دستهای مافیای نفتی بانکی چیز دیگری میخواست. متاسفانه. میبخشید، میفرمودید. اختیار کاملا درست میفرمایید. من این رو از دوست دانشمندم جناب آقای همرنگ که اهل اردبیل هستند و خبرنگار شنیدم، چون ایشون خودشون به اون منطقه سفری داشتن در همون برهه به عنوان خبرنگار. میفرمودن که در اون برهه مردم چگونه تجمع کرده بودن در نوار مرزی و به گفته برخی شاهدان عکس به دست گرفته بودند، عکس فتحعلی شاه، عکس محمد رضا شاه و عکس خمینی. یعنی به هر باوری که بودم به هر حال در پیوستم به ایران بودم. درسته. بله درسته. بله جناب کلاشی میتونید ببخشید، میخوام یه مقدار که برای اینکه دوستان متوجه این بشن که شخصی که صحبت میکنن امکان داره در رابطه با غیر از مقوله چون که صحبت کردیم که حتما بهش خواهیم پرداخت و در جلسات آینده امیدوارم فرصت این بشه، میدونم ممکن دچار دردسر هم بشین بعد از این برنامه، ولی اگر هر زمانی مقدور باشه در این رابطه صحبت کنیم. اما شخصی که در آن سوی خط تلفن امروز داره صحبت میکنه، میتونید در مورد رشته درسی خودتون مقداری توضیح بدید؟ بله، من
ترجیح میدادم به نام مول زمانه و درخواستی که خانواده داشتن در زمینه پزشکی ادامه تحصیل بدم. اونتا زمانی که قرار بود برای کنکور آماده بشم، قطعای زنجیره ای اتفاق افتاد. وقتی قطعای زنجیره ای رو فاش کردند و عیان شد که چه تعداد از فرزندان عزیز میهن به طرق مختلفی توسط وزارت اطلاعات کشته شده اند و حرفی دشن آجیر شده اند، من با نام پانیرنیز از طریق روزنامه اطلاعات آشنا شدم. پیگیری کردم و فهمیدم که این حزبی وجود داره به نام پانیرنیز که اندیشه وحدت ایران یا پانیرنیزم رو دنبال میکنه و به خودش تشکیلات داده، نظم داده، نفر داره تا بتونه اون ایده و اون آرمان رو پیگیری بکنه. در کلاس اختیاری که داشتیم جغرافی سیاسی، در اونجا استادمون گفت رشته‌ای وجود داره به نام علوم سیاسی که در اونجا میشه با مباحث مملکتداری، کشورداری با هم به قدرت آشنا شد و وارد عرصه سیاست. به همین خاطر من هم علاقه‌مند شدم که در زمینه علوم سیاسی تحصیل بکنم. کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد علوم سیاسی رو من الان دارم. جناب عماد، سپاسگزار میشم اگر امکان داره لینک شماره 1 و شماره 2 رو اگر امکان داره نشون بدید تا هم میهنان مقداری با چهره جناب آقای کلاشی و فعالیت هاش از گفته خود حزب پان ایرانیست در اون مرز آشنایی پیدا کنن. و همین جورم که جناب کلاشی شما چندین بار هم گویا بازداشت و حتی دادگاهی شدید در نظام جمهوری اسلامی مثل بسیاری از همرزمانتون، درست میگم؟ همرزمای من شرایط سختی رو تحمل میکنم، منتها من ترجیح میدم از مبارزات صحبت بکنم. یعنی در مسیر مبارزه آسیب هایی متوجه هر فردی ممکنه بشه، زندان و دادگاه، منتها خوب به هر حال اینا الزامات یک مبارزه است و چندان هم مسئله خاصی نیست. ما در حال تجربه لذت مبارزه هستیم. من دوست دارم از مبارزه صحبت کنم، مبارزه ای که به سمت عظمت ملت ایران نشانه رفته، هیچ کین و عداوتی رو در خودش نمی پرورونه، سرشار از عشق و مهر، مهر همه ایرانیان و معترضه که می بایستی نظامی در ایران حاکم بشه و به شیوه ای بتونیم زندگی خودمون رو ترتیب بدیم که در اون همه ایرانی ها بتونن ایدئال‌های خودشون رو جستجو بکنن، از زندگی راحت و پرمعنایی برخوردار بشن و مزاحمت های غیر موجه و غیر منطقی رو در زندگیشون شاهد نباشن. من واقعا درودی دارم به شما و دوستان. امروز دامنه مبارزاتی که پان ایرانیست ها دارن میکنن، من اونگونه که متوجه شدم بچه های بسیار زیادی از پان ایرانیست، از اعراب ایرانی، از بچه های آذربایجان مثل خودتون، از بچه های کرد ایرانی و غیره، البته شما گفتین که اشاره مبارزات رو میخوان بپردازین، ولی دوچار بسیاری محدودیت ها هستن و هر چرانگاهی به قول معروف وزارت اطلاعات میگیرتشون یا به دادگاه کشیده میشن. شما گمان میکنید که چه چیزی واقعا در خارج از کشور میبایست امروز باور شما به عنوان یک سری جوان پان ایرانیست ایرانی، ممکن صحبت از پان ایرانیست میکنیم، این باور رو من خودم میگم، حرف شما در داخل نیست، اما من گمان کنم که پان ایرانیست و پان اسلامیست در حقیقت به گفته خود این آقایون اگر من بخوام مثل جن و بسم الله در مقابل هم میمونن. یعنی که اگر اون جهانگرایی اسلامیستی وجود داره، حالا منهای جنایات و غیر و غیره که در ایران و غیره میشه، اما با تفکر با یه چیزی که پان ایرانیست، مسلماً دو چیزی هستن که با هم اونگونه خانایی ندارن، گرچه که این باور رو دارم که برای اون کسانی که باورمند به آیین اسلام یا هر آیین دیگری هستن، اگر شرایط جوری میشد که یک حکومت غیر مذهبی در ایران بود، مسلما اونها هم شاهد بعضی چیزهایی که بی حرمتی یا غیره هستن، اکثرا واکنش مردم هست نمیدن. شما فکر میکنید امروز وظیفه بیشتر کسانی که در خارج از کشور هستن
در قبال جوانانی که در ایران مثل خودتون دارن مبارزه میکنن یا قلم میزنن یا فعالیت هایی که در حد محدودیت هایی که رژیم متاسفانه میذاره انجام میدن، چه چیزهایی میتونه باشه آقای کلاشی؟ اولا سپاسگزاری میکنم از همه کوشندگان برون مرز و درون مرز، و بر این باور هستم که در تمامی این سالها مبارزه ادامه داشته و مبارزات خوبی رو تونستن مردم ایران نشون بدن. هیچ از جامعه ایران دچار قابض‌ذهنی نشده، اگرچه شاید میزان آگاهی که لازم داریم برای رسیدن به یک مرحله بهتری از زندگی در این سطحی نباشه که میبایستی باشه، اما به هر حال جامعه ایران جامعه مرده و راکب نبوده و بسیاری از فرزندان ایران با شایستگی و با جسارت زیاد توانستن مشعل مبارزه رو روشن نگه دارن. اون چیزی که مشخص هست وضعیتی که در ایران امروز حاکم شده نتیجه سطح دانش و نحوی نگاه ما به زندگی و نحوی حرکت ما بوده. این چیزی اگرچه از بیرون هم بتوانیم پیدا بکنیم که علل به وجود آمدن این وضعیت برای ما باشه، اما تا زمانی که مسائل رو درونی نبینیم و مسئله خودمون رو از درون نگاه نکنیم نخواهیم توانست تا حلی پیدا بکنیم. وضعیت ما این که در چه مرحله ای از زندگی به سر میبریم، آیا اوضاع زندگی ما خوب است یا اوضاع زندگی ما بد است، لازمش تحمل در احوال خودمون هست. اگر بیگانه ها میتونن در امور ایران دخالت بکنن، اگر توانستن وضعیت خاصی رو بر ما حاکم بکنن، اگر تونستن اعمال خودشون رو توسط ما به دست ما کشور خودمون رقم بزنن، همه اینها ریشه در وضعیت و احوال فرزندان این سرزمین دارن. من معتقد هستم که سرنوشت ملت ایران، اینکه خوشبختن یا بدبخت، نتیجه سطح دانش و فضیلتمندی اهالی ایران داره. آفرین شما. و علت این بدبختی رو و علت این وضعیتی رو که امروز در اون به سر میبریم رو در بیرون جستجو نمی کنم، به خاطر اینکه هیچ وقت انتظار ندارم بیگانه ها برای ایران خوشبختی رو هدیه بدن، بیان که بخوام از اونها کینه داشته باشم، چرا که من بزرگ شده یه فرهنگ ایرانی هستم که در اون بیان میشه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. فردوسی بزرگ بیان میکنه که همه عالم چون تن خویش خواه. من این فرموده فردوسی رو بالاترین پیام و کلام اخلاقی و جهانبینی میبینم که تا الان بشر تونسته بیان بکنه به عقل بشری عمومی. خب بنابراین اگر وضعیت ما امروز این گونه هست که شما و من و بسیاری از ایرانی ها نمیپسندیم و نمیپذیریم، میبایستی که بتونیم اون دانش لازم رو فراهم بکنیم و همینطور فضیلت های لازم برای عمل به این دانش رو در نزد خودمون فراهم بکنیم. درود بر شما. این رو فرقی نمی کنه چه فعالان برون مرز باشه چه در اون مرز باشه، میبایستی مجهز بشیم به این دانش، حرکت به این مسیر و مجهز شدن به این دانش باعث خواهد شد که ما منتقد متعالی باشیم. در زمان 57 هم بسیاری از گروه ها 56-42 بسیاری از گروه ها بودن که منتقد سیستم بودن، اما معنای منتقد متعالی نبودن. درست کاملا. در علم سیاست، در بحث سیاست باید وقتی نقدی مطرح میشه میباید نگاه کنیم و ببینیم که اون منتقد کجا قرار گرفته. بسیاری از فاشیست‌ها و بسیاری از گروه های تمامیت ها هستن که حکومت های دموکراتیک رو نقد می کنند و واقعا وارد این نقد ها، اما فاشیست‌ها وقتی نقد می کنند به معنای تکامل بخشیدن به دموکراسی نیست، بلکه به معنای منهای کردن و حرمی کردن به دور مطلق دموکراسی هستش. از این رو من از اپوزیسیون چیزی که می فهمم، یعنی چیزی که
کمالی که برای اپوزیسیون متصور هستن اینه که تبدیل یک منتقد متعالی باشه، یعنی برای خودش عقل داشته باشه و متناسب با این عقل بیان داشته باشه و متناسب با این بیان عمل داشته باشه. در این صورت هست که مسیر مبارزاتی ما یک مسیر روشن‌تری خواهد شد. من از شما جناب کلاشی بسیار سپاسگزار هستم و امیدوارم که فرصت دیگری بشه این بار خطها این امکان رو بده که بتونیم واقعا هر چنگاهی شما بتونید بیایید و از درون مرز بار دیگه، مثل این که متاسفانه اونگونه است که درون مرز باید کسانی بیایند و هزینه بیشتری بکنند تا در خارج از مرز بسیاری دعواهای قدیمی که جز بدبختی به وجود نیاورد و اینکه داره نسل‌های دیگر رو می‌سوزونه رو بتونن عده‌ای به کنار بذارن که جوان‌ها در داخل ایران و ایران فردا بتونن عاقبت به خیر بشن. من از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم. مطمئن هستم که با بسیاری از بینندگان از راه دور صمیمانه‌ترین درودهای ایرانی خودمون رو نثار شما و تمام همرزمان و همکیشان و دوستان شما در حزب پان‌ایرانیست میکنیم و هر آن که بوی نفسش بوی ایران میده. جناب کلاشی سپاسگزارم. من هم از شما که دقایقی از برنامه‌تون رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم قسمتی از حرف‌های پان‌ایرانیست رو به گوش هموطنان خودم برسونم. از همه هموطنانم درخواستم اینه که به این ندای بیداری پاسخ مثبت بدن، تحت دست هم قرار بدیم. ما نوع نگاهمون منهای چین است و مبتنی بر عشق و مهر به هموطنانمون، حتی اونهایی که امروز این وضعیت رو برای ما درست کردن رو هم با مهر نگاه میکنیم و معتقد هستیم که نوع تفکر و نوع عملی که امروز بر ما حاکم هست اونی نیست که به ما زندگی ببخشه، بلکه ما رو به سمت مرگ سوق میده و معتقدیم در مقابل اون واجد یک اندیشه و عملی هستیم که میتونه به زندگی ما کیفیت بالایی ببخشه. در این مسیر حرفمون رو خواهیم زد، ایستادگیمون رو خواهیم کرد تا به یک صورت مناسبتری از زندگی دست پیدا بکنیم. از همه میهنان عزیزم درخواستم برای اینه که در این مسیر گام بذارن تا بتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون رقم بزنیم. درود بر شما. بسیار مهمه که ما نشون بدیم کشوری هستیم که میتونیم الگوی خاورمیانه و در وهله بعدی الگوی برای دیگر مردمان جهان باشیم. سپاسگزارم جناب پیروز نیا، در خدمتتون بودم. امیدوارم که برنامه های شما خیلی لطف دارید. امیدوارم بشه این برنامه و برنامه های دیگر واقعا پلتفرمی بشه برای اینکه بیش از پیش در داخل ایران بتونن کسانی که نفسشون ایران هست بتونن بقیه رو هم به خود بیارن که بشه یک اسمز سیاسی واقعا در جهت رهایی و در جهت کامیابی ایران و ایرانی در آینده میشه. من از شما در ایران جاودان بسیار سپاسگزار هستم و به شما یکی آشاسین به زبان مادریتون میگم خدمتتون. سپاسگزار. من احساس میکنم زبان مادریم هنوز فارسیه. من فرزند کوچک ملت ایران هستم و اگر مبارزه میکنم وظیفه خودم رو انجام میدم در زبان این ملت بزرگ. درود بر شما. با سپاس ازتون. همیهنان گرامی، جناب آقای پاینده ایران، جناب آقای حجت کلاشی از حزب پاینده ایرانیست در درون مرز بودن. با اجازتون میریم آهنگی رو که یک کار دست جمعی هست براتون پخش میکنیم که چندین بار قبلا دیدید. اولین بار من خودم در برنامه آقای فروزنده دیدم و یه بارم در برنامه خودم پخش کردم. دل از اون مشترکاتمون میگه، از ایرانم میگه. اون رو میبینیم و بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. ایرانم که احترارم، این جانم جانم فدارم، میخوانم پاین بباری ایرانم. Oh,
عشق میمونه رو در و دیوار خونه می نویسم که بدونی تو برام عزیزترینی تو امید آخرینی من و تو از ماه دنیا چی داریم قره رویا چه قشنگه چه بموندن چه قشنگه فکر فردا من و تو ای هموطن ما عاشقونه باید اینجا بخونیم تنها و تنها واسه ایران فردا واسه ایران فردا ایران میهنان کاری بود دست جمعی از یک سری از هنرمندان میهنمون و با درود به آقای امید بارها گفتم هنرمند
اون نیست که یک شعری رو کسی بنویسه بخره و اجرا کنه و در چند کنسرت و در اون جایی که باید صداش در نیاد. هنرمند اونه که طبع و عشق جامعش رو بره و براش واقعا از خود مایه بذاره. و درودی به تک تک کسانی که در این اثر بودن و آقای امید که اینها رو کوردینیت کرده بود. درودی دارم مسلماً به هنگامه، درودی دارم به هومان و درودی دارم به فریدون که در ایران هست که اولین اوریجینال این آهنگ رو اون سه درست کردم. هر وقت من میشنوم باور کنید موهای تنم سیخ میشه. درودی دارم به تک تک اونی که نفسش ایرانیته و درودی دارم به فرید عزیزم، اون هم در خطه آذربایجان که برای من ایمیل زده بود که من پسر 18 سالی هستم، در اردبیل زندگی میکنم و در خانواده‌ام کسانی هستند که متاسفانه به دام پانتورکا افتادن. من چه کنم؟ من میدونم که اشتباه میگن و غیره و غیره و من بهش گفتم همون سخنی رو که دیدید میهمان گرامیم آقای حجت کلاشی یک فرزند آذربایجان گفت، به آگاهی خودت فرید جان اضافه کن، به آگاهی خودت. و تمام لینک هایی رو که گفتم من برات خواهم فرستاد و واقعا دعوتی میکنم از آیدین آیدینی عزیزم که باز من رو به واقع واقع گفتن پارس نگو پاپک خرمدین رو بهش معتصم گفت که کلب و پارس میکنی، این میشه توف سربالا آیدین جان، اینو هیچ وقت یاد نره. حرف عشق یاد بگیر از حجت کلاشی و از فرید ها. باور کن اگر به نزده کرمان بری، چهار تا چهار را پایین در تهران بری، بدبختی هایی رو میبینی که شاید شبیهش در آذربایجان هم نباشه عزیزم. این داستانش طولانی، حتما در برنامه های دیگر به اینا خواهیم پرداخت، ولی زود به قضاوت نرو عزیزم. نذار که کینه دلت رو بگیره و به خود سنی مجبور بشی، اونم ناخواسته. به هر روی جناب عماد اگر به اتاق فرمان برید، چون من تصویر خودم رو دارم، تصویر چیزایی که در سطح پخش میشه رو متاسفانه نمیتونم ببینم. اگر امکان داره لینک کنگرسمن بروباکر رو، دانا بروباکر رو که این نامی کذایی خواستار جدایی از جدایی آذربایجان از ایران رو به خطاب خانم کلینتون فرستاده بود، اگر بتونید نشون بدید برای همینان. هفته پیش با دوست و یارم روزبه فرهانی پور بیفتم. ممنونم، الان دارم تصویر رو از شما، من سپاسگزار هستم. این اعجوبه هستش که به اسم کنگرسمن آمریکا برای کارتل های نفتی و به اصطلاح الاینس آذربایجان، منظور همون جریان شکست خورده علیوف هست که در تالش چه بلایی به سر میاره در باکو، دیدید در بادکوبه، فیلمش دو هفته پیش پخش کردم، باز هم پخش میکنیم. خونه های ایرانی زاده های آن رود ارس، اونور ارس رو آرانی ها و آذری ها رو چجوری بر سرشون برای کازینو و برای ساختن چیزهای مختلف از بین میبرن و به کنار خیابون میذارن. دیدید برنامه دو هفته این پیش رو آقای آیدین آیدینی، باز هم پخش خواهد شد. بقیه جریان ترک و مرک و غیره هم که میگید خواهیم پرداخت، ولی توف سربالا پسرم، برادر کوچک من، بر خودت نکن. واقعا معتصم شاد کن هستی، خلیفه متجاوز بغداد رو که دست پاپک رو داد قطع کردن، اون این حرف رو زد و تو هم داری اون حرف رو نادونسته میزنی. و روی هم میهنانی که در کالیفرنیا هستیم، این اون آغاز بسیار حرکت خوبی در دنیای مجازی انجام شده. میدونم در روزنامه صبح ایران آقای شرفشاهی هم به این پرداخته شد، در دیگر کانال های تلویزیونی پرداخته شده. کم هست، بسیار عالی هست، کم هست، میبایست بهش پرداخته بشه که کسی جرأت نکنه به وجب خاک ایران، به یک ذره گرد خاک ایران بتونه چشم ناپاک داشته باشه. این بچه ها هم دیدید، حجت کلاشی ها، فرید ها و دیگران در داخل مرز هستن و بر ایران پاسداری میکنن. همون راهی رو که آرش ها و پاپک ها رفتن دیدید دارن این ها میرن. و دو لینک هست آقای عماد، لینک های لطفا چهار اول پخش بشه. این یک دونه لینک پتیشنی هست که در روی اینترنت به وجود اومد. من به آبتی خانم خیلی خیلی درود میدم. میبینید کسانی که اونگونه هم سیاسی نیستن بلا فاصله پریدن و پتیشن هایی درست کردن که هم میهنان دارن امضا میکنن. این پتیشن رو هم میهنان
در آی پتیشن هست. برید، تعدادی از دوستان از داخل ایران بودن که برنامه هفته پیش رو دیده بودن که من واقعا بهشون درود میفرستم، اشکال پیدا کرده بودن، چون گویا آی پتیشن اول چیزی رو که نشون میده درخواست یک اگر همت عالی مالی هست، برای همین تعدادی متاسفانه به دلیل شرایط در ایران نتونسته بودن امضا کنن. به هر روی این در آی پتیشن هست. اگر جناب اماد بریم به لینک 5 که روزبه فراهانی پور و دوستانش در گو پتیشن درست کردن، این اون همت عالی رو هم نمیخواد. تایپ کنید gopetition.com، اون یکی ipetition.com، این ببخشید gopetition.com، و اینها رو امضا کنید. متن نامه اعتراضی به این، نه به این مردک بلکه به اون کسی که این مردک براش نامه نوشته بود، یعنی وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون هست. و اعتراض ما این که این کار موقعی که دولت آمریکا که این حرف رو میزنه، آدمهای بیخبرت و ابلهی مثل آقای دانارو باکر که اتفاقا بسیاری از ایرانی ها هم در سالهای پیش ندونسته در کالیفرنیا خصوصا در اورنج کاتی بهش رای داده اند، این آدم دیگه من گمان کنم نه بیزنسمن ایرانی باید به این جانور سیاسی خود فروش، چون به همه جا خودش رو فروخته بود، دیدید با بن لادن و هنم بوده، امروز هم چیزاش مقتضا میکنه که این کار رو بکنه و برای تکیه از ایران بخواد به باور ابلهانه خودش نقشه بزنه. زهی خیال باطل بر شما. اینها رو برین همینان اونایی که در خارج هستین هر دو رو امضا بکنید. درود و آفرین به شما. همیهنان عزیز، هفته پیش در بهم صحبتی کردیم در راستای 70 سال این حمله ناجوانمردانه به مملکت ما. دیدم که در دنیای مجازی مقاله‌ای بود در سایت ایران بوم نقطه آی آر، یعنی این سایت در ایران هست همیهنان، مقاله بسیار زیبایی نوشته شده بود که غم و خون مدافعان سوم شهریور هنوز می جوشد. جناب اماد سپاسگزارم ازتون. این لینک ایران بوم هست. همیهنانی که در فرید جان و دیگرانی که در ایران، من برات همه این لینک ها رو در رابطه با قومیت، زبان، تاریخ، جین و غیره و غیره رو خواهم فرستاد. امیدوارم آیدین نازنین هم بخونه اون موقع، امیدوارم انگشتش رو زیاد گاز نگیره از ندامت، اگر تکه انسانی خوبی داشته باشه و اگر اجیر رو نباشه، اگر گمراه شده باشه. چون اینی که میبینید هم میانان آقای اماد، عکس بالا اول زنده یاد دریادار بایندور، غلامعلی بایندور بود که به شهادت رسید، فرمانده نیروی دریایی. باز هم میگم من امیدوار هستم کسانی مثل آقای مشیری که 2 پیش توهینی به این مرد کردن، چون این باور رو دارم که این خرد رو آقای مشیری دارن، پوزش خواهی عمومی از ایرانیان برای این توهین بکنند. به هر روی دلایلش هم توضیح دادم. تصویر 2 رو اگر ببینیم جناب اماد، این اون جایی است که 3 مرزبان پاک خطه آذربایجان، اولین کشته شدگان این جنگ در 4 بامداد سوم شهریور 71 سال پیش بودن. این مزار اونهاست هم میهنان. اون که میبینید مرز رود ارس هست، اونور آران اشغالی یا ایران شمالی اشغالی هست. دیدید که چگونه بر سر مردم در بادکوبه میزنن، چه بلایی در تالش اون سر حکومت خود فروخته علیوف میاره. این 3 هم که دیدید، اینا 3 آبادگانی پاک نهاد ایرانی بودن که اولین کسانی بودن که تنها با مسلسل در جلوی قشون متجاوز لشکرهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وایسادن و با اینکه میدونستن جان پاکشون را هدیه میکنن این کار رو کردن. این باید امامزاده های شما باشه، این باید اون مکعبی باشه که سران مملکت ما برن و به دورش گرد بگردند، این اونجا باید باشه که براش بتونید شما پول و غیره و غیره بدید به نوادگان اینها، تأمینشون بکنید. اون روزی که نوادگان خادمین مملکت خودتون رو، اونایی که برای خانه و کاشانه شما با اینکه میرسن مرگ حتمی است ایستادن،
تأمین کردید، اون روز باور کنید بر سر خودتون تاج گذاشتید، ناچار نمیشید پیاله یوزگری در جلوی جمهوری اسلامی برای 30 لیتر بنزین و اینا بزنید کپون بخوره تو سرت. مملکت من مال منه، تو چی رو میخوای ورداری این ماهی در آکواریوم به خورد من بدی؟ ما اگر خودمون رو میشناختیم، اگر به مردان ملی و سیاسی و نظامیمون احترام میذاشتیم، باور کنید عاقبت امروز بهتری داشتیم. در این ایالات متحده ما که در آمریکا هستیم، برای یک دونه پرچم، برای یک بچه که از کانزاس میفرستن در اون سرزمین، حالا به هر دلیل چیز کرد، بسیار چیز میشه. در پایان هم میهنان میریم و به از شعر زنده یاد حسین گلگلاب، ساخته آهنگ ساخته زنده یاد خالقی و اجرای زنده یاد بنان رو میشنویم و داستانی من در این دارم در موردش براتون دفعه دیگه پخش خواهم کرد، این بار وقت نشد. این رو بشنوید و فریاد ایران سر بدید، بعد بالای پشت بوم ها برید به مناسبت این خوزعبلات شورای غیر متحدها سرود ایران سر بدید. شعار ابلهانه الله اکبر رو چیز نکنید که باز آب رنگ بردارن رنگتون کنن هم میهنن. پاینده باشید و سرفراز، پای به نام ایران، زادگاه زیباترین اندیشه ها تا برنامه ای دیگر. Don't go now.